دوستان عزیز، با خانم دکتر بهیه جیلانی هستیم از پاریس و قبلا هم چندین بار با ایشون صحبت کردیم. برنامه های قبلی به صورت بایگانی در یوتیوب، در تلویزیون مردم صفحه بایگانی هست، میتونید با این انجین های جستجوگر اسم ایشون رو که کلیک کنید یا تایپ کنید پیدا کنید. ولی خب بعضی وقتا صحبت هایی که میشه شامل مرور زمان میشه و ما فکر کردیم که بهترین کار اینه که باز هم از ایشون در برنامه های مختلف استفاده کنیم تا نظرشون رو بپرسیم. به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان در سر تا سر جهان. بفرمایید. خوشحالم که حالتون خوب شده و تونستید با ما باشید. بفرمایید. درود فراوان به شما و تمام بینندگان عزیز شما. امیدوارم که همه خوب و سلامت باشن در هر جایی که هستن. نمیدونم من در حقیقت باید مطلب امروز رو از کجا اجازه بدیم. من فکر میکنم که اون یکی صفحه باز من اون رو ببندم بله. که صدا تدخل نکنه. اجازه بدیم، من نمیدونم چرا نمیتونم ببندمش. بله بستمش. و اینکه امروز اتفاقات در ایران به قدری زیاد هستن که حقیقتا من نمیدونم از کجا باید آغاز بکنم برنامه امروزمون رو. البته شما بر صحبت آقای تبرزدی رو در برنامه پیشین صحبتش رو کردین، من بلافاصله مطلبش رو خارج کردم که up-to-date ترین، یعنی فکر میکنم آخرین خبر مهم سیاسی باشه که از اتحاد اپوزیسیون و آقای تبرزدی و آقای رضا پهلوی که من فکر میکنم یک واپسگرایی برای آقای رضا پهلوی باشه که حتی نشست با این افراد داشته باشن، برای اینکه من فکر میکنم این افراد به اندازه کافی شناخته شده هستند که ما اشتباه نکنیم و دوباره آنها را اشتباه به جای افکاری که به یعنی افرادی که عشق به وطن دارند و حاضر نیستند با هیچ جدایی طلب معامله بکنند و دست اون رو فشار بدن، خب آقای رضا پهلوی به نام اتحاد. ولی خب در صحبتشون بسیار پارادوکس وجود داره، حتی صحبت این مطلبی که آقای تبرزدی در رسانه گذاشتند رو میشه به چالش کشید. چگونه میشه به چالش کشید؟ از اینکه آقای تبرزدی گفتند باید ایشون در هر حال متعلق به یک فکر سیاسی و یک جناح فکری باشن تا مدعی بیشتر باشن. ولی آقای رضا پهلوی امروز نمیخواهند خطی و سیاسی فکر بکنن و آرزومندند و میخواهند و تکرار میکنند حتی مصاحبه با آقای در کانال یک مصاحبه ایشون دیشب که میخواستن بگویند که ایشون هیچ وابستگی سیاسی ندارن، در صورتی که اینطور نیست. یک مبارز سیاسی که آقای رضا پهلوی خودشون رو یک مبارز 40 ساله میدونند مطمئنن در دنبال قدرت هستند، یعنی مبارز سیاسی در پی قدرت هست. پس نمیتوان گفت که آقای رضا پهلوی میخواهند فقط نقش یک مودراتور و یا افراد رو به هم نزدیک بکنند، یک دروغ محض. و اینکه این مطلب رو من همیشه در رسانه ها در موردش صحبت کردم که آقای رضا پهلوی بهترین فرم در این هست که حزب خودشون رو تعریف بکنند و مطمئنن افراد بیشماری به این حزب وابسته خواهند شد و طرفدار این حزب خواهند بود. چرا؟ چون آقای رضا پهلوی کردیت کارت آقای محمد رضا پهلوی و افرادی که هنوز نوستالژیک زمان شاهنشاهی هستند رو دارند و افراد بی‌طرفی که امروز اصلا سیاسی نیستند میتونن تو اون حزب جایی داشته باشن. و امروز آقای تبرزدی با گستاخی این حرف و به فرم دیگری ارائه دادن که اگر آقای رضا پهلوی
خواهان پست بیشتری به جز رهبر پادشاهی خواهان هستند باید وابستگی خودشون رو به یک حزبی اعلام بکنن. اما مطلب مهم این نیست، مطلب مهم این هست که چه کسی این حرف رو داره امروز بیان میکنه و تاریخ و مسیر این فرد. من فکر میکنم که آقای تبرزدی امشب یا امروز یا این جلسه مطلبی که ارائه دادند، فکر میکنم که گویای اینه که گذشته خودشون رو فراموش کردند و اینکه نیمی از شنوندگان و خوانندگان ایشون بهشون اطمینان ندارند. چرا اطمینان ندارند؟ برای اینکه آقای تبرزدی آخرین شاهکاری که از خود ارائه داد نمایندگی و عضویت خودش رو در شورای شهر ارائه کرد که این ارائه کردن و کاندیدا شدن در نهاد جمهوری اسلامی فعلی شما باید از زیر پرچم رهبر گذار کنید و این گویای اینه که آقای تبرزدی پس این کپاسیته رو دارند که حتی با جمهوری اسلامی کنار بیان. ولی باز هم مهمتر هست، آقای تبرزدی از کجا آغاز کرد؟ آقای تبرزدی زمانی که از اتحادیه انداختنش بیرون که زمینش مال رفسنجانی بود و مرعشی از ایشون دفاع میکردند و ایشون یک حزب اللهی واقعی و غیر قابل ذکر بودند و من به دفتر ایشون به وسیله آقای مفتیزاده که ایشون یک جدایی طلب رسمی هستند و بارها با من بحث و جدل کردند آشنا شدم از نزدیک و در دفتر خصوصی ایشون و ایشون به من تسلیت گفتن کشته شدن پروانه و داریوش رو و خودشون رو خیلی خیلی غمگین و خیلی متاسف نشون میداد و این مسئله باعث شد که خب من با ایشون آشنا شدم از نزدیک و در ایشون یک فرد انقلابی رو اون زمان دیدم که البته این شخصیت اصلا غیر قابل پذیرش بود در شرایط منی که سالها بود هر زمان به ایران میرفتم وزارت اطلاعات منو میخواست و افرادی که من رو بازجویی میکردن دقیقا همین فرم حتی نگاه ایشون رو داشتم. خب اون زمان پدر من تازه فوت شده بود، ایشون مطب پدر من رو خواستند و خانواده من نپذیرفتند از اینکه ما مطب رو در اختیار ایشون بذاریم. زمانی بود که ایشون رو از اتحادیه با کتک و با پنج بوکس بیرون کردند که ایشون اون پیراهن خونین اون روز رو همیشه از چوب رختی که پشت در بود در منزلشون به عنوان یادگاری آویزون کرده بودند. در نتیجه آقای تبرزدی بدون جاب و مکان شد. خب خانواده من نپذیرفتن که حتی ایشون سیستم هاشون مانند زیراکسشون مانند کامپیوتر هاشون رو انبار بگذارن. در نتیجه من با اون ارق وطن پرستی و عصبانی از اتفاقی که برای پروانه و داریوش فروهر افتاده بود ایشون رو به منزل خودم راه دادم که البته ایشون یک گروه بزرگ بود، یعنی حدود 10 و 15 نفر آدم بودند و اینها به منزل من آمدند و من تبرزدی رو تونستم ساعتها روزها با ایشون صحبت داشته باشم و بطن ایشون رو بشناسم. ایشون در منزل من بر علیه رفسنجانی آغاز کردند، افرادی رو دیدن و این افراد اغلب کسانی بودند که صدمه دیده بودند یا شاهد کشتار، برای مثال خانومی با داشتن شوهری اطلاعاتی امنیتی و قادر به هر جنایتی و آتش زدنی و این خانوم ها با چادر و بسیار مخفی به منزل من می آمدند و با آقای تبرزدی دیدار داشتن و جنایت هایی که شوهرشون، برادرشون، حتی پدرشون انجام داده بود به آقای تبرزدی ارائه می دادند و آقای تبرزدی نوت بر می داشت و من رو هم گاهی به این جریانات می کشید. من متوجه شدم آقای تبرزدی به
بسیار لنگ لنگ هستن در مورد علوم جهانی یا بگم سیاست جهانی و بسیاریشون قشری فکر میکنن. حال من این داستان رو کوتاه میکنم، برمیگردم به این مطلب که من یک نگاه کلی در مورد این مطلب با تمام مطالبی که گاهی راسته آقای رضا پهلوی اگه خواهان قدرت بیشتر هستند باید یک وابستگی فکری و سیاسی داشته باشند و اگر میخواهند رسما پادشاه ایران باشند باید اون رو هم بگن. در نتیجه با این نقش مدراتور بازی کردن که بخواهند بین آلترناتیو هایشون خوب و بد رو انتخاب بکنن، این نقش مهمی نمیتونه باشه و فکر میکنم که ایشون رو هم نپذیرفتن به این نقش. در نتیجه من میتونم بگم که آقای تبرزدی بعد از اینکه از زندان اومدن بیرون، که البته زندان ایشون بیشتر شبیه هتل بود، چون در هر حال من با ایشون زندان بودم، حتی در زندانم یک چتر امنیتی روی سر ایشون هست. برای مثال در زندان توحید منی که بازجویی می شدم در کوچکترین موارد، آقای تبرزدی که در منزل من ساکن بودن با گروهشون صحبتی نشد، از اون افراد صحبتی نشد. کاملا مشخص بود که ایشون حتی در زندان توحید هم اون چتر حفاظتی وجود داره و من متاسفم برای افرادی که امروز یعنی امید به این افراد آوردند که این افراد بتوانند در آینده ایران، در آزادی ایران نقشی رو داشته باشند. ما نباید فراموش بکنیم که آقای تبرزدی سپاه و دفتر تحکیم وحدت و شما در مطالبش به خصوص در این مطلب نوع نوشتارش هنوز اون افکار سپاهی رو در نوشتارش میبینین و این فرد از دموکراسی صحبت میکنه و من سوال مهمم از ایشون اینه که آقای تبرزدی شما کجا بزرگ شدید؟ آیا خانواده شما، خانواده‌ای که من تک تکشون رو میشناسم، باشون زندگی کردم، حتی با برادر سپاهی ایشون بارها رفتم ملک خودم رو وثیقه گذاشتم در دادگاه انقلاب که آقای تبرزدی یا مرخصی بیان یا وثیقه خواستن، چون وثیقه‌ای وجود نداشت به جز وثیقه‌ای من که برای آقای تبرزدی بگذارم. در نتیجه آقای تبرزدی رو من خانواده و ریشه ها و از آنجایی که من معتقدم انسان غیر ممکنه از ریشه هاش ممکنه متفاوت بشه ولی هرگز جدا نمیشه، آیا ما ایرانی ها در هر جای دنیا که هستیم حتی بعد از 40 سال توانستیم چاشنی و مزه قرمه سبزی رو فراموش بکنیم، پس میتونیم از گذشته خودمون هم رها بشیم؟ هرگز ما از گذشته خودمون رهایی نداریم. ولی وقتی ایشون از دموکراسی صحبت میکنن، در مرحله اول لهجه ایشون اون نوع تلفظ کلمه دموکراسی بی نهایت مصنوعیه، یعنی مانند کسیه که تا حالا این کلمه رو در زمان لازم استفاده کرده ولی باهاش زندگی نکرده. و این سوال مطرح میشه که آقای تبرزدی شما کجا بزرگ شدی؟ خانوادتو که من میشناسم با تمام احترامی که به تک تکشون دارم به جز خود آقای تبرزدی، و من واقعا متاسفم برای همسر ایشون که چقدر وفادار این بچه ها رو از سن پایین کوچک کوچک ایشون زندان بودن و این مادر تنها با فقر این بچه ها رو بزرگ میکرد. و اینکه من وقتی خیانت تبرزدی رو به زنش دیدم
وقتی دیدم که تبرزدی چگونه بعد از اون 15 سال زندان، که خودش میگه من معتقد نیستم ایشون 15 سال زندان بودن، چون نمیدونم چجوری حساب میکنم، در هر حال مهم نیست، زندان آدم نمیسازه، زندان سیاسی نمیسازه، زندان سیاسی رو مصممتر میکنه ولی سیاسی نمیسازه. در هر حال وقتی که تبرزدی رو دیدم بعد از اون زمان چگونه از زندان و چگونه حس میکرد که زندگی رو باخته، در نتیجه میخواست زندگی رو ببلعه، فقط دنبال موقعیت میگشت و اطرافیان او قادر نبودن یک زندگی مدرن حتی یک دختری رو به او معرفی بکنن، و اولین دختر دوست دختر و خیانت به زنش رو، و من اون زمان بود که از تبرزدی بریدم و واقعا نتونستم، و از خانواده بریدم و هرگز حتی با خانومشون که من دوست بودم با هم صحبت میکردیم یا با دختراش حتی بیرون میرفتیم، من قطع رابطه کردم، برای اینکه نتونستم تحمل بکنم که آقای تبرزدی پاسخ همسرش رو با یک اینچنان خیانتی بده و با زنی که چت‌های خودش با تبرزدی رو کپی کرده بود و برای من آورد، و من واقعا توقع این که یک سیاسی مبارز این چنان جملاتی که بوی نمیدونم بوی چی میداد، فقط این رو بگم که باعث شد که من دیگه نتونم حتی با تبرزدی صحبت بکنم، و اتفاقات بدی که انقدر ناهنجاره که من نمیتونم در حال حاضر صحبتشو بکنم، این مسئله‌ای که امروز دارم صحبتشو میکنم و برای اولین بار دارم در تلویزیون شما صحبتش رو میکنم، واقعا سالهای سال فکرشو کردم که آیا باید گفته بشه یا گفته نشه، و امروز وقاحت این فرد رو میبینم که چگونه به خودش اجازه میده که تعیین کننده باشه. من متاسفم، من در هر حال فقط تو این چالش ها صحبت ها به نظر من آقای تبرزدی چیزی رو برای دست دادن نداره، ولی آقای رضا پهلوی با تمام بدی ها و خوبی ها، چه طرفدار او باشیم چه نباشیم، بالاخره او پسر یک شاهه، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه شاه بدی بوده چه شاه خوبی بوده، چه امروز ما بد بگیم چه خوب بگیم، این یک واقعیته. اما ایشون با نشستنشون با این افراد و افراد پاینداز، افرادی که امروز آقای تبرزدی توی نوشتارش معتقده که یک رسانه‌ای که اصلا نمیشناسه که خانم ویکتوریا آزاد مدیریت اون رو دارن، این حرفا نیست، اینها دروغ‌های بزرگی هستند. آقای تبرزدی با خانم ویکتوریا آزاد اقلن 20 ساله که با هم آشنا هستند و بسیار صمیمی هستند، بسیار و در مراحل مختلف با هم همکاری داشتند، به خصوص در اتفاقات کوی دانشگاه سال 78. در نتیجه من فکر میکنم که داره دروغهای بزرگی گفته میشه وقتی این مطلب رو میخونم، چون واقعیت رو من از نقطه صفر، من با این افراد زندگی کردم، این افراد تو خونه من بودن بیرحمانه. برای مثال آقای تبرزدی میدونست که اون زمانی که مستقر شده در منزل من و روزنامه هویت خیش در منزل من تحریر میشه و میره برای چاپ، اون زمان اگر جمهوری اسلامی میره خونه من، خونه من به نام منزل تیمی درش مهرموم میشد، ولی آقای تبرزدی این اولین بار نبود. آقای تبرزدی وقتی که روزنامه هایی رو میگرفت که حق امتیازشو داشت یکی میبستند، ولی آقای تبرزدی سریال بعد از اون آغاز کرد، امتیاز به نام دوستان گرفتن، ولی تمام اون دوستان رو به ترتیب به هچر مینداخت به خاطر خودش، برای اینکه این در هر حال رسانه خودش مشخص بود، به خصوص بعد از اینکه اتحادیه رو بستند آقای تبرزدی جمهوری اسلامی رو فراموش نکرد. اما
حتی گذشت هم نکرد، ولی ما باید به ریشه های آقای توجدی نگاه بکنیم و امروز اون رو در کنار آقای رضا پهلوی بذاریم. یعنی من فکر میکنم که تو این داستان بازنده واقعی آقای رضا پهلوی هستن و فکر میکنم که به اندازه کافی در مورد آقای توجدی صحبت کردم، اگرچه صحبت در مورد آقای توجدی به اندازه کتابخونه است در مورد مطالب کاملا بی ارزش در مورد فردی بی ارزش. از صحبت های شما میشه برداشت کرد که آقای تبرزدی و حالا اسمش رو اگه جنبش بذاریم اپوزیسیونی شده که مورد تایید آخونداست، درست میگم؟ بله، آقای تبرزدی ببینین ریشه در اونها داره، کسی که 6 سال در جبهه بوده، کسی که نمیتونه، ببینین اگر من 2 سال زندان بودم هنوز نسبت به زندانی یک سمپاتی خاصی دارم. شما میگین میشنوین که 30 نفر در جنبش کارگری گرفتن، 20 نفر معلم گرفتن، شما این خبر رو میشنوین، ولی من این خبر رو حس میکنم. چرا؟ چون جزء اون بودم، چون جایی میرند که من بودم. در نتیجه حس من کاملا متفاوت از کسی که این چیزها رو زندگی نکرده. و آقای تبرزدی من فکر میکنم که نمیتونه از این خاطرات جدا بشه. برای مثال باز یه خاطره دیگه رو تعریف میکنم. آقای تبرزدی از زندان اومد و من ساعت 6 بعد از ظهر بود که رفتم منزل آقای تبرزدی. خانومش بیچاره، خانومش که همیشه من از این خانوم چقدر خاطرات خوب دارم و چقدر زن خوب و مظلوم و خیلی عاشق آقای تبرزدی، ولی آقای تبرزدی اصلا لیاقت این عشق پاک رو نداشت. در هر حال من اونجا بودم و خانومش تا شام میکشید و سفره پهن کرده بودن، داشتیم صحبت میکردیم. یا گفت بهیه میدونی آقای تبرزدی چیکار کرده؟ گفتم چیکار کرده؟ گفت پتوشو با خودش نیورده. آقای تبرزدی برگشت گفت بهیه میفهمه، تو نمیفهمی. راست میگفت آقای تبرزدی، من میفهمم زندان جذابه. میدونین چرا جذابه؟ یک، شما بی مسئولیت اونجا افتادین و این که سیاسی هستین، از صبح تا شب میشینین فقط حرف زدن، مثل خود بنده که از صبح تا شب فقط کتابای آنا هارنت رو میخوندم و با صدای بلند میخوندم که دوستان دیگه هم، و اونجا شما احساس میکنین که چقدر خوبه شما اونجایین، اسمتون بیرون همش داره فریاد زده میشه و شما بی مسئولیت افتادین اینجا، فقط نشستین حرف میزنین و کار مثبتی انجام میدین. در هر حال تبرزدی عادت کرده بود به زندان، پتوشو با خودش نیاورده بود. و وقتی که گفت بهیه میفهمه یعنی چی؟ یعنی که بهیه میفهمه که زندان جذابه و اگر زندانی، یعنی زندانی خرافاتیه. وقتی که شما از زندان میرین بیرون بهتون میگن که هر چیزی که تو زندان دارین با خودتون ببرین. چرا با خودتون ببرین؟ برای اینکه دوباره بر نگردین زندان. زندانی به این فکر واقعا معتقده. من همه چیز، البته من اصلا همه چیزو گذاشتم، برای مثال بر من ملافه برده بودن از منزل، همه نوع هیچ کدوم و همه رو بخشیدم به بچه ها، ولی یه همچین فکری هست. و وقتی که آقای تبرزدی میگه بهیه میفهمه یعنی چی؟ یعنی که من علاقه دارم برگردم به زندان. اینو میگه. حالا من نمیفهمم مردم آیا میفهمن این چیزهایی که من دارم میگم یا نه. در نتیجه آقای تبرزدی خودش میدونه که وقتی که توی زندانه خیلی بیشتر مطرحه تا وقتی که میاد بیرون. البته امروز آقای تبرزدی رو میتونیم بگیم کاملا داره مبارزاتی که میکنه کاملا مشکوکه. برای مثال خب ما هم ایران بودیم، ما هم در ایران مبارزه کردیم، آیا ما جرأت داشتیم بشینیم با آقای رضا پهلوی جلسه بذاریم صحبت بکنیم و افراد دیگه که خب همشون قانونن باید تو لیست سیاه جمهوری اسلامی باشن؟ ولی آقای تبرزدی پس در هر حال فکر میکنم که هر جوری که فکر بکنیم جمهوری اسلامی یه حکومت پولداریه و راحت راحت میتونه پول بریزه و 40 ساله همچنین حکومت کرده. یعنی این که
فکر نکنین آقای تبرزدی خریدنی نیست یا بهایی نداره یا بهای او خیلی بالاست. ممکنه بهای او به اندازه بقال سر کوچه نباشه، ولی او هم یک بهایی داره. در نتیجه امروز حرفایی که آقای تبرزدی میزنه یک جناحش به سمت سوی جدایی طلب هاست. برای مثال آقای حسن شریعت مداری کاملا مشخصه و آقای حسین بور کاملا مشخصه و زیر مجموعه کاملا مشخص هستند. خانم ویکتوریا آزادم که کاملا شرایطشون مشخصه. در نتیجه من فکر میکنم که من اگه جای آقای رضا پهلوی بودم هرگز به این جلسه نمیرفتم، ولی از قرار معلوم به دبستان و نامه بنویس و این حرفا خیلی قبل از اینکه این مصاحبه انجام بشه انجام شده بوده. یعنی طرفین ضمن اینکه خانم ویکتوریا آزاد این وسط دوگانه بازی میکرده، چون آقای خانم ویکتوریا آزاد از سوی بسیار بسیار نزدیک با آقای رضا پهلوی هستن، من شاهد هستم که چقدر ایشون رابطهشون نزدیکه، حتی میتونن ساعت 3:30 شب به ایشون پیام بفرستن، ایشون بلافاصله زنگ بزنن و با ایشون همیشه اسکایپی صحبت کنن و اینا چیزهایی که من شاهد بودم از سوی و آقای تبرزدی هم که با خانم ویکتوریا آزاد تاریخشون اقلا به 20 سال مبارزه همسو وجود داره. در نتیجه این که مردم رو ساده لوح نشون بدن درک بکنن یا حساب بکنن به نظر من توهین بیش نیست. به نظر من تمام این مصاحبه ها و نشست ها و نوشتار ها از پیش تنظیم شده است و زمانی که ارائه میشه به نظر من آخر خطه. شما نکته جالبی رو گفتید که چجوری یه نفر با این سابقه از ایران میتونه تماس بگیره با رضا پهلوی و اینها، بعد تازه این یه برگ برنده میشه که آخوندها میتونن به دنیا نشون بدن شما نگاه کنید زندانیای ما، فعالای سیاسی ما، آزادانه با مخالفین ما تماس میگیرن و دیگه از این چی بهتر میخوان. دستان ممنونم از شما که این آقا رو بیشتر به ما معرفی کردید. آقای خانم جیلانی، چون شما من میدونم که در مرکز پاریس هم هستید و اون شلوغی ها احیانا همون دوربر منزل شما بوده، چی شد این حرکت جلیق زردها و بالاخره به کجا انجامید؟ این جلیق زردها که برنامه ادامه داره، فقط مسئله اینجاست که فرم پیدا کرده و اینکه عادت کردن مردم و اینکه تحولاتی داره توش به وجود میاد. برای مثال اینکه روزهای شنبه نیان تو خیابونا، برای اینکه کمرسا باز هستند و بهتره که اقتصاد کار بکنه و روزهای یک شنبه بیان، اما هنوز به تصمیم نهایی نرسیدن و همچنان دیگ داره میجوشه و این جنبش داره بیشتر سیاسی و سیاسی و سیاسی میشه تا به دیروز یک جنبش اجتماعی بود و اینها خواهان یه سری خواستای اجتماعی، کمبود حقوق و بازنشسته ها و در هر حال جنبه خیلی اجتماعی و مدنی داشت، ولی امروز افرادی دارن وارد این مسئله میشن، تایید و تکسیب و فرماندارها و تغییر دادن و فرم و دخالت کردن و وارد مذاکره شدن، ولی همچنان ادامه داره، ولی تعداد داره روز به روز کمتر میشه و به قول معروف امروز اتفاقات انقدر تند و حاد هستن که مسئله جلیق زردها فقط در خود فرانسه داره صحبت میشه، ولی مسئله انترناسیونال و خبرهای جهانی رو میدانش رو ترک کردن. خود شما نظرتون درباره این جنبش چیه؟ اینجوری که متوجه شدم مثل این که با اون اولش شما اوکی بودید، الان موافق نیستید، درست میگم؟ ببینین یه بخشی هست که خب من رو دربر میگیره از اینکه من اینجا زندگی میکنم، از اینکه من زیر پرچم فرانسوی هستم. البته خرجمو نمیدن، ولی بالاخره من دارم اینجا زندگی میکنم، یک فسیلیتی هایی رو من از فرانسه دارم استفاده میکنم، در نتیجه منافع خودم رو میبینم. این گروه شعارهای خوبی میدن، ولی چون
انحرافی میزنن. برای مثال در فرانسه ما عادت نداریم که جنبشی رهبر نداشته باشه، ولی این جنبش کاملا متفاوت از جنبش های دیگه است و فرانسه هم یک کشوریه که عادت به اعتراضات داره. اعتراضات دو روز، سندیکا ها میان بیرون، رهبران و سخنگوها میرن وارد مذاکره میشن با دولت و دولت کمی میده کمی میگیره کمی میده کمی میگیره، باید به تفاهم میرسن. ولی این بار از روزی که دولت خواهان که شما سخنگوتون رو بفرستین وجود نداره. و اینکه امروز سایه ترامپ فرانسه رو گرفته، سایه عرب ها فرانسه رو گرفته، و اینکه احزاب ورشکسته در مقابل مکرون هم فضا رو گرفته. یعنی من میبینم حرفا بله منطقی هستن. امروز فرانسوی ها میگن ما فرهنگ عوض کردیم، دنیای مجازی، اطلاعات، قدرت اطلاعات رسانی زیاد شده، پس اجازه بدین که ما در مورد دموکراسی یک نگرش نوینی داشته باشیم. و این نگرش نوین خواهان دخالت بیشتر مردم در سیاست. برای مثال اینها خواهان این هستند که انتخابات مجلس، سنا، انتخابات ریاست جمهوری متغیر باشه، قدرت رو بیشتر به مردم بدن، مردم بتوانند سریع اگر از یک سیاسی خوششون نمیاد مثل خونه خاله عوضش کنن. یعنی اینها به نظر من چیزهایی هستند که خب بالاخره هر انسانی وابسته به فرهنگ زمان خودشه. من یه آدم بالاخره انسانی هستم که تو اجتماعات سنتگرا فرانسه، یک مملکت بسیار کنسرواتیو، در نتیجه خب من وابسته به این دنیای کنسرواتیو 43 سال زندگی کردم. من اون فرهنگ، من برای من ایدئال زمان میتران، زمان حالا زمان ژیسکا رو نمیتونم، اگرچه من زمان ژیسکا اینجا بودم، یعنی خیانتی که او به ما کرد رو نمیتونم با او در صلح باشم، ولی من انسانهای بزرگ، مردهای بزرگ سیاسی رو در فرانسه دیدم که امروز کاملا اجتماع فرانسه متفاوت شده و پوپولیستا امروز در فرانسه حکومت میکنن و سیاستمدارها یعنی دیگه اصلا وجود ندارن. یعنی شما سیاستمداری مانند میتران یا حتی شیراک رو دیگه نمیبینید. در نتیجه امروز حکومت مثل بسیاری از کشورهای دنیا بیشتر دست پوپولیست هاست و فرانسه هم به نظر من آقای مکرون زمانی که کاندیدای ریاست جمهوری شد آنچنان تجربه گذار از مسیر سیاست رو نداشت. اینجا سیاست مدارها از اکول ینا خارج میشن که این اکول اینها رو تربیت میکنه برای سیاست مدار بودن و اینها در گذار بسیار، یعنی اقلا تا شهردار، فرماندار، یعنی همیشه در سیاست پله پله بالا اومدن و در جایی که هستن پر از تجربه و آشنایی و کارشناسی هستن. ولی امروز شما افرادی رو میبینین که به علت پول، برای مثال شما ترامپ رو میبینین، یعنی اینها دیگه به نظر من سیاست مدار نیستند. اینا افرادی هستند که به قدرت زورشون در حکومت هستند و آقای مکرون هم در هر حال فردی هستند که کمک از سوی بانک جهانی و از طرف خانواده های بزرگی که دارای بانک های خصوصی و عمومی هستند حمایت می شدند. در نتیجه اما اینکه کارشون رو خوب انجام می دن یا نه، به نظر من مسئله اقتصادی که امروز اروپا شدیداً درگیرش هست فقط مخصوص فرانسه نیست و شرایط فعلی نیاز به یک تحول اقتصادی داره که امروز به نظر من نه تنها فرانسه بلکه کل اروپا از لحاظ اقتصادی به یک ناکارآمدی رسیده که و این جنگ های زرگری که میان کشورها هست اجازه نمیده که اقتصاد پویا باشه و اروپا رشد بکنه. بسیار ممنونم. دو
دوستان از ایران به شما سلام و درود میفرستن. من ممنونم که بیننده برنامه هستن. نظر شما درباره ایران چیه؟ بعضیا میگفتن 40 سالگی رو نخواهد دید، ولی میبینیم که وایستادن. من که فکر میکنم دولت آمریکا پشت پرده با آخونده هست، ولی میخواستم نظر شما رو هم در این مورد بدونم. بله، در هر حال نه، ببینین، از اینکه آمریکا علاقمند جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه شکی درش نیست، ولی مسئله مهمتر از همه چیز اینه که انقلاب 57 خمینی 15 سال بود در آن آب نمک به وسیله انگلیس ها حفاظت می شد، ولی امروز ما هیچ کسی رو در آب نمک نداریم و اپوزیسیون فعلی هم که می بینید کارش به خروج کرم های خاکی که زیر خاک بودنه و دشمنان خاک ایران هستند. خب برای آمریکایی که امروز مسئله، ببینین، من یه دید کلی در مورد آمریکا دارم، اینه که آمریکا رو دوست ملت ایران، نه تنها دوست ملت ایران نمیدونم، بلکه دشمن ملت ایران میدونم. به نظر من زمان شاه انقلاب 57 نیازی نبود، اصلا نیازی نبود، یعنی کافی بود که شاه رو برکنار بکنن و احزاب رو اجازه بدن که بیان رو کار و شاه فقط سلطنت بکنه و حکومت نکنه. امروز این حکومتی که ما داریم زندگی میکنیم نتیجه دست پخت آمریکاست، در نتیجه و اروپا، و اگر اینها خواهان این بودند که در مملکت ما، یا اینکه ملت ما ملت بالیاقتی هست و جمهوری اسلامی واقعا، اینها شعاره به نظر من. اروپا نمیخواد در ایران دموکراسی باشه، برای اینکه ایران یک کشوریه که متیر گریزش که همون ملت ایران باشند، و میبینیم که ملتی هستند که در اروپا و آمریکا بسیار موفق هستند. در نتیجه اگر اینها در یک اجتماع سالم زندگی میکردن، تمام این ثروت ها نصیب مملکت ما و ملت ما میشد، و اگر فراری هستند، عامل اصلیش همین کسانی هستند که امروز میگویند بله ملت ایران ارزشش و مقامش بالاتر از این هست که حکومتش جمهوری اسلامی باشه. و اینکه آلترناتیو، و اینکه صحبت همیشگی آلترناتیو، چه کسی امروز، من دوستی داشتم در اسرائیل یه روزی از من، البته این روز که میگم صحبت 15 سال پیشه، به من گفت میشه خانم جیلانی شما 10 نفر آدمی که میشه روشون حساب کرد از لحاظ سیاسی؟ من پاسخ دادم شما به من بگین 2 نفر. چرا چشون 10 نفر که خیلی زیاده، بگین 2 نفر. ببینین امروز هم ما در همین مشکل هستیم، شما به من بگین 2 نفر امروز در اپوزیسیون میشه روش حساب باز کرد، ما نداریم. خب منطقه ما از لحاظ استراتژیک و ژئوپلیتیک یک کشور بی نهایت مهمیه. چرا در ایران جنگ نخواهد شد؟ برای اینکه ایران کشوریه که میتونه دنیا رو به هم بزنه و نبض و شاهرگ گذار انرژی به دنیا در کنار ایران، تنگ هرمز رو ایران میتونه شلوغش بکنه و میتونه اجازه نده اتفاقات بدی در دنیا بیفته. شاه نرم، شاه رو بردم. این اشتباه بزرگیه که ما فکر کنیم شاه فرار کرد، یا حتی ادهی بخواهن گل بزنن به خودشون و بگن شاه انقدر ملت رو دوست داشت که نخواست کشتار بشه. نه، شاه رو بردن، به شاه گفتن تو باید بروی، و شاه متاسفانه تمام حول و حوشش افرادی بودن که آمادگی این رو داشتن که شاه رو سریع ببرن. در نتیجه این که میگویند شاه رفت، شاه فرار کرد، نه شاه فرار کرد، نه شاه میخواست برود، شاه اختیار دیگری به جز رفتن نداشت. امروز هم آخوند در همین پوزیسیون هست. یعنی چی؟ در چه پوزیسیونی هست؟ امروز قلدرم جمهوری اسلامی خیلی خوب داره و خیلی سعی میکنه، البته تمام مسیری که شاه رفت جمهوری اسلامی نمیره، و تمام گرگان ها و بنیاد هایی که باعث شدن شاه سرنگون بشه جمهوری اسلامی اختشون کرد.
یعنی چی؟ برای مثال بازار، بازار ایران در سرنگونی شاه نقش بسیار مهمی داشت، همه به حوزه ها کمک میکردن، آیت الله خمینی همیشه پول از بازاری ها دریافت میکرد و بازاری ها دوگانه بودن، میشه گفت بیشتر ملی مذهبی بودن. اما خمینی توانست با تحریم ها و کمک از بازاری های گولار شاه رو سرنگون بکنه. خمینی از زمانی که اومد بازار رو تکه و پاره کرد و امروز ما بازار نداریم. چرا بازار نداریم؟ چون جمهوری اسلامی تمام دشمنهاش رو در عرض این 40 سال اخته کرد. امروز چرا ما اپوزیسیون نداریم؟ حتی جمهوری اسلامی به آقای فروهری که شب آخر در منزل من قدرت راه رفتن نداشت، از زور پارکینسون که تمام وجودش میلرزید، اگر آقای فروهر میتوانست 1% آلترناتیو باشه، امروز ما او را هم نداریم. جمهوری اسلامی در عرض 40 سال امروز رو پیش بینی کرده بود و اجازه نداد امروز کسی وجود داشته باشه که ملت رو بتونه پشت، از جمله بختیار. چرا بختیار رو کشتن؟ در اون زمان بختیار واقعا خطر مهمی دیگه برای جمهوری اسلامی نبود در پاریس، برای اینکه جمهوری اسلامی امروز رو بکرده بود که نباید کسی وجود داشته باشد که دنیا از جمله آمریکا و یا اروپا بخواهد او را آلترناتیو بکند، و امروز ما گرفتار همین مسئله هستیم. و اینکه چرا مردم ما امروز به خیابان ها نمی‌ریزند؟ چرا امروز با فقری که وجود داره، با فحش و با نارضایتی که حتی سپاه رو، اخشار مختلف رو در بر گرفته، امروز این افراد در خیابان ها نیستن؟ میخواستم این رو بگم که ما نباید فراموش بکنیم که آخوند و اون فرهنگ احترام به آخوند که سمبل خدا، برای مثال ما زمانی که ازدواجی در خانواده هست همیشه از آخوند برای خواندن صیغه محرمیت که اون صیغه خودش پر از شرمه استفاده میکنیم، و هنوز بسیار بسیار افراد بی ایمان ظاهری در ایران وجود دارن که فرض بکنیم برای ازدواج هاشون بدون آخوند اصلا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی این رابطه روانی که چه خواسته و چه ناخواسته امروز بین مردم، و این پارادوکس که ضد آخوند هستند ولی ناخودآگاه در مراسم ختم باید آخوند وجود داشته باشه. پس ما بیشتر مشکل فرهنگی داریم. چرا در مصر میشه؟ چرا در تونس میشه؟ چرا در کشورهای دیگه میشه؟ چرا در ونزوئلا میشه ولی در ایران نمیشه؟ به نظر من این جنبه دینی که ما امروز اشتباه میکنیم بین حکومت جمهوری اسلامی و رابطه دینی، ما هنوز از این رابطه گذار نکردیم. با اینکه جمهوری اسلامی رو فوش میدیم، ناسزا میگوییم، زیر سوال میبریم، مردم هنوز رها از دین نشدن و این جمهوری چون اسلامی هست مردم در تضادن، نمیدونند آیا بر علیه جمهوری اسلامی باشند یا بر علیه دین. برای مردم امروز شورش کردن بین شورش بین حکومت و شورش بین دین کاملا داره اشتباه میشه و مردم تردید میکنن و به خیابان ها نمیان با تمام نارضایتی. بسیار ممنونم از شما. دوستان عزیز، در طی برنامه صفحات خانم دکتر بهیه جیلانی رو روی فیسبوک نشون دادم، میتونید با ایشون در تماس باشید. امیدوارم بتونیم به طور مداوم هفتگی شما رو داشته باشیم. ضمناً اگر برنامه‌ای رو که در رادیوهای مختلف دارید مایل هستید که پخش کنید اینجا، برای من به اصطلاح لینکش رو بفرستید، من این کار رو انجام میدم. خیلی ممنون که با ما بودید. اگر بازم صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی کنیم و به امید دیدارتون باشیم. امید دیدار، امیدوارم که در روزهای آتی خبرهای خوب داشته باشیم و اینکه مردم بالاخره تصمیمشون رو با خودشون گرفته باشن.
بسیار ممنون، به امید دیدار. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. شما همچنین، وقتتون بخیر. مرسی.